با نام خدا، با آموزش نرم افزار فلوئنت بخش چهارم در خدمتتون هستیم. این بخش اختصاص داره به طراحی و تحلیل میدان جریان وابسته به زمان، یعنی ترانزینت روی استوانه. خب میدونید که مبحث جریان روی استوانه یک مبحث بنچمارک و معروفی است. هدف از این بخش از آموزشمون بحث در مورد حلگرهای وابسته به زمان هست. به صورت کلی آشنایی با کلیات تنظیمات مربوط به انتخابگر حلگر وابسته به زمان گام ابتدایی این بخشمون هست. بعد از اون با اسکیم کوپلینگ سرعت و فشار پیزو یکم آشنا میشیم، ببینیم که چه هدفی از این اسکیم و انتخابش میتونیم داشته باشیم. با تنظیمات مربوط به اسکونس کرکشن و نیبل کرکشن کمی آشنا میشیم در ادامه. در ادامه اون با مبحث آندر ریلکسیشن فاکتورز آشنا میشیم، ببینیم که این آندر ریلکسیشن فاکتورهایی که وجود داره به چه دردمون میخوره در حلمون و بهبود وضعیت حلمون. سپس با مبحث حالا مانیتورینگ نیروی درگ و لیفت کمی آشنا میشیم، ببینیم که چه جوری میتونیم نیروی درگ و لیفت رو بررسی بکنیم در حلمون. سپس با مبحث علامت گذاری نواحی در داخل میدانمون و بعد از اون یه اختصاص پچ به این میدان ها میتونیم و این قسمت های علامت زده شده بحث کنیم. در ادامه با نحوه استخراج انیمیشن، چجوری انیمیشن در بیاریم از حل هایی که وابسته به زمان هست، آشنا خواهیم شد. و در نهایت هم تنظیمات کلی مربوط به حلمون رو برای جریان وابسته به زمان انجام میدیم و نتایجمون رو استخراج میکنیم. خب برای این قسمت و حالا این بخش از آموزش میخوایم روی مبحث آشنای جریان روی استوانه صحبت بکنیم و کار بکنیم. ببینید جریان روی استوانه هم به خاطر اون پدیده‌ای که هول استوانه با عبور جریان رخ میده و همین که یک بحث پایه‌ای هست، معمولا به عنوان یک بنچمارک برای آموزش‌ها و حتی یادگیری در مسائل CFD استفاده میشه، چون حالا نتایجش تقریبا مشخصه و پدیده‌هایی که باید مشاهده بکنیم با عبور جریان از روی استوانه قبلا کاملا بررسی شده، به همین دلیل به عنوان بنچمارک استفاده میشه. اینو معمولا کار میکنن. خب جریان استوانه به دلیل اون جدایش هایی که اطراف استوانه رخ میده یا حالا به خاطر اون گردابه هایی که پشت استوانه رخ میده، معمولا یک جریان نسبتا حالا پیچیده برای مدل سازی هست، نه به لحاظ حالا تنظیماتی که در داخل نرم افزار ما میشه، بیشتر به لحاظ اون حل معادلاتی که انجام میگیره. خب ما برای اینکه این جریان رو بررسی بکنیم، نرم افزار فلوئنت رو باز میکنیم، تنظیمات حالا به صورت پیش‌فرضه، گزینه دابل پرسیژن رو هم انتخاب می‌کنیم تا حالا یکم دقت حلمون بالاتر بره، اوکی رو می‌زنیم. بعد از اینکه حالا نرم افزار بالا اومد، می‌تونیم اون مشی رو که قبلا کار کردیم وارد نرم افزار بکنیم. از گزینه فایل و گزینه رید من حالا یا کیس یا مش رو انتخاب می‌کنیم. یکم باید منتظر بمونیم، این قسمت داره لود می‌کنه اون دایرکتوری ما رو، به همین دلیل یکم زمان می‌بره. حالا من این مش رو وارد می‌کنم. ببینید مشمون وارده حالا مسئله شده. اول ببینیم مش به چه شکلی هست. خب ببینید مشی که اینجا ما زدیم برای بررسی جریان روی استوانه، ببینید برای اینکه بتونید اون تأثیراتی که از جریان خارجی روی استوانه رخ میده رو به خوبی مشاهده بکنید، باید یه میدان نسبتاً بزرگی رو اطراف استوانه در نظر بگیرید. حالا این مهم نیست که میدان اطراف حال استوانه‌تون دایره‌ای باشه یا مربع باشه یا هر چی باشه، اینجاش زیاد مهم نیست. مهم اینه که یه میدان نسبتاً بزرگتری رو به خصوص پشت استوانه در نظر بگیرید، حالا یه درصد قابل توجهی بزرگتر باشه تا اون اثرات کاملا قابل مشاهده باشه. خب یه میدان دایره‌ای رو اطراف اون استوانه‌مون در نظر گرفتیم. ببینید مش بندی کاملا به صورت منظم و اوگرید انجام گرفته. به اینو از مش بندی اوگرید میگن. اگه ریکاپ بکنیم کل مش بندیمون به شکل حرف او هستش. خب نحوه حالا زدن این مش رو هم به این صورته که یک دایره اینجا ایجاد شده و اطرافش به چهار قسمت تقسیم شده و مش استراکچر بهش زده شده. حالا اینو تقریبا بحث کردیم روی مش بندی این نود اشکال. خب میریم روی گزینه ریپورت کوالیتی، کیفیت مشمون رو بررسی میکنیم. ببینید کوالیتی مش ما نسبتا خیلی بالا هست، حدود 99 صدام آورده گزینه مینیمم ارتوگونال کوالیتی رو. خب میدونی که هر چقدر این گزینه به یک نزدیک باشه کیفیت مش بالاتر هست، که اینجا هم نشون میده که کیفیت مشمون تقریبا خیلی بالا هست. عدد پایینی هم میدونی که هر چقدر به صفر نزدیک باشه
کیفیت مشمون بالاتری، که خب اینجا میبینید که نسبتا عدد کمی هست، حدود 600 هست و نشون میده که این مش کیفیت بالایی داره. خب گزینه چک رو هم میزنیم تا ببینیم مینیمم ولیوم حالا وضعیتش به چه شکلی هست، مینیمم سرفیس ایریا به چه شکلی هست، که ببینیم که اینا هیچ کدوم عدد منفی نیستن. خب وضعیت یعنی با این فرضیات که انجام گرفته وضعیتش خوبه. خب ببینید الان میخوایم این پدیده رو بررسی بکنیم. اولا اینکه برای اینکه این پدیده رو به خوبی بررسی کنیم، میتونیم این جریان رو به صورت استدی یا ترانزینت در نظر بگیریم، حالا مستقل از زمان یا وابسته به زمان. این مثال رو میخوایم وابسته به زمان تحلیل بکنیم. پس یکی از پارامترهایی که در این مثال میخوایم بهش توجه بکنیم، حل مثال با در نظر گرفتن پارامتر زمان است. میدونید که حالا وقتی ترانزینت رو انتخاب میکنیم، اون مشتقاتی که نسبت به زمان بود وارد اون معادلاتمون میشه. من گزینه ترانزینت رو میزنم. خب این یک. پس تنظیم دیگه ای که اینجا متفاوت با قسمت های قبل باشه نداریم. حالا پریشر بیس رو هم انتخاب کردیم. ولاسیتی فرمولیشنمون ابسولوت هست و سایر گزینه هم که به ترتیبی که حالا انتخاب شده. ببینید فقط یه نکته ای که باید اینجا اشاره بکنم. ببینید اینجا ما 4 تا تنظیمات داریم. خب اینها قبلا تو ورژن های قبلی داخل این گزینه ها بودن، تو ورژن های پایین تر. چرا اینا رو آوردن اینجا؟ چون این 4 تا گزینه تقریبا اهمیت خیلی زیادی داره برای ما و باید حتما قبل از حل کردنمون اینها رو بررسی بکنیم. ببینید ما اونجا داخل نرم افزار گمبیت هیچ نوع دایمنشنی نداشتیم، متر سانتی متر فلان. وقتی این مشمون رو وارد این مسئله میکنیم، امکان داره اسکیل بندیمون مناسب نباشه. مثلا ما اونجا فرضمون سانتی متر با فرض سانتی متر طراحی کردیم، ولی اینجا خب شاید متر باشه و اون کلا حلمون رو تحت شعاع قرار بده. به همین دلیل این اسکیل رو اینجا گذاشتن تا حتما اسکیل رو کنترل بکنیم قبل از ورود به مسئله. من اسکیل رو میزنم. ببینید اینجا ما میخوایم بر اساس متر تحلیل بکنیم مسئلهمون رو. عدد رینوزی که من میخوام برای این جریان در نظر بگیرم، میخوام جریان آرام رو در نظر بگیرم، عدد رینوزمون اینجا حدود 150 خواهد بود. خب برای اینکه این عدد 150 رو ما وارد این مسئله بکنیم، برای اینکه عدد رینوز باشه، ما میتونیم از یک حالت بیبود سازی داخلی استفاده کنیم. به چه نحو؟ به این نحو که ما عدد رینوز رو در نظر میگیریم، واحد هامون که متر، خود استوانه‌ای که اینجا وجود داره استوانه داخلی قطرش 1 هست. خب میدونی که عدد رینوز حول استوانه برابر هست با چگالی ضرب در سرعت ضرب در قطر تقسیم بر ویسکوزیته. خب ما رینوز رو میدونیم، قطر رو میدونیم، سرعت رو 1 وارد میکنیم، چگالی رو هم 1 وارد میکنیم خودمون و یک مقدار برای ویسکوزیته به دست میاریم و اون رو هم وارد ویسکوزیته میکنیم تا رینوز اون مقداری که دوست داریم به دست بیاد. یعنی ما با در نظر گرفتن رینوز میام خواص رو طوری تنظیم میکنیم که اون رینوز به دست بیاد. این هم در واقع یک نوع از بررسی هست. یا مثلا شما میتونید بیایید مثلا یه جریان مثل آب رو در نظر بگیرید، خواص آب مشخصه، از اونجا بیاید سرعت رو به نحوی تنظیم بکنید که رینوزتون 150 بیاد. هر دوتاش تقریبا قابل انجام هست. میرم روی گزینه مودلز. جریان ویسکوز لامینارمون انتخاب شده، حالا گزینه دیگه ای رو نیاز نداریم. میریم روی گزینه متریال فلوید. ببینید از گزینه متریال و فلوید من روی ایر دوباره کلیک میکنم. خب میخوام پس سرعتم رو میخوام 1 وارد بکنم در راستای ایکس، قطرم 1، دنسیتی رو هم 1 وارد میکنم. ببینید ویسکوزیتی که اینجا لازم داریم وارد بکنیم تا رینوزمون 150 بیاد چقدره. من کلکیولیتر رو باز میکنم اینجا. خب ببینید سرعت 1، چگالی 1، قطر 1، یعنی صورت اون معادله رینوز همشون 1. خب رینوز هم که 150 برای به دست آوردن ویسکوزیته کافیه تقریبا 1 تقسیم بر 150 بکنیم. خب میاد چقدر؟ این مقدار. این مقدار رو کپی میکنم و به بخش ویسکوزیته وارد میکنم. اسم حالا این سیال هم کاستوم میذارم. خب چنج اند کرییت رو میزنم. میگه که آیا روی اون ایر این رو رایت بکنم یا نه، که من گزینه نو رو میزنم. خب پس من دو تا سیالی که میخوام رو دارم. کافیه برم از قسمت سیل زون کاندیشنز و سیالم رو تغییر بدم به کاستوم. خب این هم از این. الان من با این سرعت 1 که وارد خواهم کرد، جریانم رینوز 150 رو خواهد داشت. میرم روی گزینه اینلت. خب ببین اینلت مسئله ما کجاست؟ ببین اولا روی باندری کاندیشنز کلیک میکنم. خب این قسمت این مرز آبی اینلت مسئله من هست. مرز قرمز هم آتلت مسئله من هست.
وال روی استوانه هست، اینتریور هم که داخل این میشمندی هست. روی این لک کلیک میکنم، سرعتی که میخوام وارد بکنم میخوام عمود این سطح نباشه، چون عمود بر این سطح اگه وارد بکنم روی این سطح دایرمون به صورت عمود وارد خواهد شد که یه جاهایی حتی مثلا در این قسمت به صورت کاملا عمود به این استوانه داخلی وارد بشه. پس برای اینکه سرعتم دقیقا در راستای X باشه کافیه که برم روی نوع وارد کردن سرعتم حالت کمپوننت رو انتخاب بکنم. خب چقدر X ولاسیتیم 1 هستش ولی Y ولاسیتی ندارم، پس با این احتساب تمام جریان به صورت در راستای X به این مرز وارد خواهد شد. اوکی رو میزنم. آتلت، خب شرط مرزی پرشر آتلت خواهد بود، تغییر زیاد اینجا نیاز نیست، همون تنظیمات پیشفرض میمونه. وال که باز یک دیواره ثابت هست به همین دلیل استیشنری وال انتخاب خواهد شد، اینجا زیاد تغییری نیاز نیست. تقریبا دعوا تنظیمات که برای باندری کاندیشن نیاز بود انجام شده. خب این قسمت ها رو حالا من رد میکنم میرم به قسمت سولوشن. ببینید برای سولوشن من میام چیکار میکنم، از در واقع روش سیمپل استفاده میکنم. میتونم از سیمپل سی هم استفاده بکنم یا پیزو هم استفاده بکنم. اینها هر سه تا در واقع زیر مجموعه روش سگریتد هستن. خب ببینید برای حالا اون جریان های ترانزینت ما میتونیم از روش پیزو استفاده بکنیم، به خصوص اگه مشبندیمون از نوع استراکچر باشه. خب برای انتخاب پیزو من میرم روی تنظیم حالت پیزو. این حالت تقریبا یک روش قدرتمندی هست برای محاسباتمون و نسبتا نتایج خوبی رو برای ما به ارمغان خواهد آورد. انتخاب میکنم پیزو رو. خب ببینید حالا ما اسکیم پیزو رو انتخاب کردیم. ببینید حسن اسکیم پیزو و در واقع توصیه‌ای که میشه اینه که اسکیم پیزو برای مسائل گذرا نتایج بسیار بهتری میده، مسائلی که وابسته به زمان هستن. خب ببینید این مثلامون وابسته به زمان هست. در حالتی که مثلامون استدی استیت هست، یعنی مستقل از زمان هست، اسکیم پیزو با اسکیم سیمپل و سیمپل سی زیاد فرقی نداره، نتایج بهتری رو ارائه نمیده نسبت به سیمپل و سیمپل سی. بنابراین اونجا زیاد مهم نیست برامون که پیزو رو انتخاب بکنیم. اما اینجا چون فرآیند حلمون گذرا هست، توصیه اینه که از این اسکیم استفاده بشه. ببینید ما اینجا برای اسکیم پیزو دو تا کارکشن داریم، اسکونس کارکشن و نیبر کارکشن، دو تا مقدار تصحیح رو داریم. اسکونس کارکشن تصحیح اعوجاجی، این تصحیحی است که وقتی ما مشمون نامنظم هست، اعوجاج مشمون زیاد هست، بیایم از این نوع در واقع کارکشن استفاده بکنیم. ببینید اینجا مش من نسبتا مش منظمی است، مش با سازمان هست، منظم هست و کیفیت بالایی داره. اینجا زیاد استفاده از این کارکشن برای من در جوابام تغییر ایجاد نخواهد کرد. برای غیر فعال کردن این کارکشن کافیه که اون مقدار یک رو به صفر تغییر بده. اما اگه حالا یک بمونه، یعنی فعال هم بمونه، برای این نوع مش ضرری نداره نهایتا. احتمالاً فقط روال حلمون یکم دیرتر انجام خواهد گرفت، یکم با تاخیر انجام خواهد گرفت، ولی خب اگه صفر هم بشه زیاد موردی نیست برای این نوع مش. اما اگه مشمون اعوجاج داره بهتره که استفاده بشه. خب اما یک حالا کارکشن دیگه ای داره تحت عنوان نیبر کارکشن. ببینید اسکیم پیزو و اسکیم حالا سیمپل و سیمپل سی رو داشتیم ما اینجا. اگه یادتون باشه روال حل برای حالا سالور پرشر بیس و سگریتد به این نحو بود که نرم افزار میاد معادلات مومنتوم و پیوستگی رو حل میکنه، بعد میاد معادله فشاری که داشتیم برای پرشر بیس اون رو حل میکنه و مقادیر متغیرهامون رو به روز رسانی میکنه که سرعت باشه حالا سایر متغیرها باشه. بعد از اینکه اینها حالا مقادیر متغیرهامون و مشتقاتشون به روز رسانی شد، موردی که وجود داره برای اسکیم سیمپل و سیمپل سی، این مقادیر به روز رسانی شده عموماً اون معادلات مومنتوم و معادلات پیوستگی رو ارضا نمی کنن و باید برای اسکیم سیمپل و سیمپل سی روال حل تا اونجای تکرار بشه که اون مقادیر جدید به دست اومده معادلات مومنتوم رو ارضا بکنه. اما در حالت پیزو اومدن یک کاری کردن که از این تکرار حل جلوگیری بشه و اومدن این کارکشن و نیبر کارکشن رو وارد مسئله کردن، به این نحو که بعد از حل معادله فشار در این حل معادله فشار یک تصحیح انجام دادن که دیگه نیاز نشه این روال حلمون تکرار بشه. به جای این داخل هر مرحله تکرار، ببینید ما اینجا مثلا ایتریشن داریم، 50 تا ایتریشن داریم مثلا، به جای اینکه اون ایتریشن ها تکرار بشه مثلا 50 تا بشه 100 تا،
بیام داخل هر یک از این ایتریشن ها یک کرکشنی انجام بشه، یک تصحیح انجام بشه که دیگه نیاز نباشه اون تعداد ایتریشن ها افزایش پیدا بکنه، بیاد یه تصحیح انجام بده که سرعت ها و اون مشتقاتشون یا حالا سایر متغیرهایی که وجود داره اون معادلات مومنتوم رو ارضا بکنه. خب حالا پس برای مسائلی که اون گذرا هستش این نیبر کارکشن یک تصحیح خوبی هست و باید حتما مقدارش یک باشه و فعال باشه. حالا سکونس کارکشن که مربوط به مشمندیمون هست زیاد اونجا در این مثال مهم نیست. اما یه دونه سکونس نیبر کاپلینگ هست، یه دونه هم کوپلینگ بین این دوتا وجود داره برای حلمون که حالا یه سری تغییراتی انجام میده در تصحیحاتمون که میتونید حالا اونو از منابع مطالعه بکنید، یکم بحث پیشرفته تری هست. این رو هم معمولا حالا فعال بودنش در همچین مثال هایی زیاد آسیبی به روال حلمون نمیزنه و چندان حلمون رو با مشکل مواجه نمی کنه. خب پس حالا اسکونس نیبر کاپلینگ اینجا فعال میمونه. ببینید معمولا برای اکثر مثال هایی که وجود داره زیاد اهمیت نداره که این رو ما تیکش رو برداریم یا حالا بمونه، ولی خب برای اون مسائلی که مشبندیمون زیاد مناسب نیست بهتر این کاپلینگ هست بشه، چون اگه هست نشه احتمال داره که در روال حل مشکل ایجاد بکنه. خب سایر گزینه ها رو من حالا تغییری درش ایجاد نمی کنم، میرم روی گزینه solution control و under relaxation factors. خب ببینید ما اینجا یک در واقع پارامتری داریم، یک ورودی هایی داریم تحت عنوان under relaxation factors. ببینید under relaxation factors عموما حالا کلن relaxation factors بگیم اون ورودی هامون هستن که پایداری و روال همگرایی مسئله ما رو بسیار در اونها تاثیرگذار هستن که مثلا اون روال حلش پایدارتر بشه، استیبل تر بشه یا کانورجنسمون همگراییمون با سرعت بیشتری انجام بگیره. عموما وقتی آندر ریلکسیشن فاکتورها رو ما پایین تر میاریم پایداری حلمون بیشتر میشه. شما احتمال داره اون روال حلی که وجود داره حالا مثلا مسئله ما داره حل میشه، چند تا معادله رو داره حل میکنه و ما هم داریم باقی مانده ها رو مشاهده میکنیم. ببینید اگه نوسان در باقی مانده هامون زیاد باشه خب ما نیاز داریم که یکم آندر ریلکسیشن فاکتورها رو پایین بیاریم تا اون نوسانات رو از بین ببره، ولی خب اگه نوساناتمون کم باشه میتونیم با بالا بردن تدریجی آندر ریلکسیشن فاکتورها حالا روال همگرایی رو یکم سرعت بدیم. ببینید عموما برای اکثر مسائل ما نیاز نداریم که این آندر ریلکسیشن فاکتورها رو تغییر بدیم، اما اگه شما حلتون دیدید که مثلا کانورجنسش داره به مشکل برمیخوره، حالا مثلا داره نوسانات خیلی زیاد میشه یا داره به سمت بالا حرکت میکنه، داره باقی مانده ها دارن بزرگتر میشن، میتونید با تغییرات در آندر ریلکسیشن فاکتورها یکم مسئلهتون رو کنترل بکنید. ببینید عموما روال به این صورت هست که بنابراین under relaxation factor ها اگه بیشتر باشن سرعت در همگرایی بیشتر میشه، عوضش ناپایداری هم بالاتر میره، اگه کمتر باشن پایداری در حل بیشتر میشه در باقی مانده هامون و ما اون نوساناتمون کمتر میشه، عوضش یکم احتمالا کانورجنسمون با سرعت کمتری در واقع انجام میشه. گفتم برای اکثر مسائل ما نیاز نداریم این under relaxation factor ها رو تغییر بدیم. اثرگذاری و نحوه اثرگذاریشون به این صورتی که ببینید اگه مثلا مسئله ما داره ناپایدار میشه این میاد نرم افزار میاد یه درصدی از اون پارامترمون اون متغیرمون رو از گام قبلی برمیداره، این درصد با این under relaxation factor مشخص میشه، مثلا یه نصف در واقع مقدار رو از اون گام قبلی برمیداره و با این طریق اون پایداری مسئله رو پایداری جوابها رو کنترل میکنه برای حالتی که میخواد حالا مسئله یکم پایداریش تغییر بکنه و یکم از بین بره. خب پس بنابراین ما در اکثر مسائل با این under relaxation factor های دفالت و پیش فرض کار میکنیم. این الگوریتمایی که بودن اون اسکیمایی که بودن مثلا پیزو و سیمپل و غیره اینها هم برای خودشون یک under relaxation دفالت و پیش فرض متفاوتی دارن، حالا مثلا اونجا سیمپل رو عوض بکنیم به سیمپل سی اینجا خود نرم افزار یه سری تغییراتی میده. خب عموما پس ما با دفالت جلو میریم. خب میدونید که روال حل همگرایی به این نحوه که حالا بحث شد که مثلا حل میشه یه جوابی برای اون متغیرهامون به دست میاد، گام بعدی باز دوباره حل میشه، جواب گام دوم با گام اول مقایسه میشه و این تفاوتشون به عنوان باقی مانده معرفی میشه. حالا اگه اون باقی مانده از یه حدی که ما تعیین کردیم در واقع از بخش مانیتور اون رزیدوال ها کمتر بشه روال حلمون قطع میشه. خب اینها هم در واقع به کار میرن تا اون همگرایی و پایداری همگرایی استیبیلیتیش رو چیکار بکنم
کنترل بکنم. ما عموما زیاد نیاز نداریم آن ریلکسیشن فاکتورها رو برای اکثر مسائل تغییر بدیم. خب میریم روی گزینه مانیتورز. ببینید برای گزینه مانیتورز ما همونطور که حالا بحث شد رزیجوال ها یا باقی مانده ها رو داریم که اینها رو میتونیم تغییر بدیم. خب ما اینجا کاری نداریم با اون رزیجوال ها، من این رو بستم، اکثرا با دبت ما منفی 3. ما میتونیم مثلا برای مثال مثلا این مثال میتونیم یکم دقت رو بالاتر ببریم، برای هر کدوم حالا یه صفر اضافه میکنیم، یکم دقت برای هر سه تا معادله که وجود داره بالاتر بره. خب این رو هم اوکی رو میزنیم و بعد از اینکه حالا این اوکی رو زدیم نیاز داریم که ما یک نمودار بیشتری داشته باشیم، اینجا یک مانیتور بیشتری داشته باشیم. این مانیتور چی است؟ ببینید برای این مثال این مانیتور مانیتور لیفت است. ببینید برای جریان روی استوانه عموما ما میدونیم که نیروی درگ و لیفت نیروهایی هستن که برای ما اهمیت بالایی دارن، مطالعه روی این دوتا نیرو انجام میشه. ما میتونیم اینجا روال تغییرات نیروی درگ رو مشاهده بکنیم. چجوری این کار؟ ببینید وقتی برید روی گزینه کرییت ما میتونیم درگ، لیف و مومان رو به دست بیاریم. ببینید من وقتی گزینه لیف رو انتخاب میکنم یه لیفت مانیتور برای من میاره. این از من میپرسه که شما میخواهید که لیف رو کجای هندسه‌تون به دست بیاریم. خب برای این هندسه ما میتونیم لیف رو روی وال 4 به دست بیاریم. وال 4 کجا هست؟ وال 4 هم همین دیواره استوانه هست. خب پس من وال 4 رو انتخاب کردم، میتونم پلات بکنم، یعنی میتونم یک نمودار رو رسم بکنم از این لیفتم. گزینه پلات رو انتخاب میکنم، این پایین هم من شماره پنجره ای که میخوام در اون لیفت پلات بشه رو میتونم انتخاب بکنم، پنجره 2. پنجره 1 که در واقع رزیجوال ها باقی مانده ها رو نشون خواهد داد، پنجره 2 هم پلاتمون رو نشون خواهد داد. خب این رو انتخاب میکنم. فورس وکتور داریم، خب اون وکتور نیرویی که وجود داره به کدوم سمت وارد میشه؟ خب ببینید فورس وکتور ما برای این مثال در راستای وای هست، خب به سمت بالا وارد میشه نیروی لیفت، اینو میدونیم. شاید امکان داره جهت جریان شما به نحوی باشه که مثلا نیروی لیفتتون با یه زاویه‌ای وارد بشه، اینجا میتونید با وارد کردن این ایکس و وای حالا مثلا یه درصدی بدید، میتونید اون زاویه رو تعیین بکنید. حالا برای این مثال Y1 برای لیفت ما چی هست؟ مقدار مناسبی هست. من میتونم اوکی رو بزنم. خب ببینید این C1 پلاتش ایجاد شد و ما یه پلات بیشتر خواهیم داشت برای نیروی لیفت. خب در کنار اون من میتونم برم و یک سری خروجی دیگه ای داشته باشم، مثل انیمیشن اون سرعت و یا گردابه پشت استوانم. من میرم روی گزینه سولوشن اینیشیالایزیشن. ببین برای استخراج انیمیشن و یا حالا یه سری پارامترایی که وجود داره چند تا حالت وجود داره. شما میتونید اولا بیاید از گزینه کلکیولیشن اکتیویتیز بیاید اینجا سولوشن انیمیشنز رو فعال بکنید و یک انیمیشنی از حلتون استخراج بکنید. اما خب اینجا الان غیر فعاله. چرا غیر فعاله؟ خب چون که این مثالمون رو ما اینیشیالایز نکردیم، هنوز اینیشیالایزیشن وقتی انجام نگیره این گزینه غیر فعاله. خب منتها ببینید اینجا هم یه دونه گزینه داریم اتوماتیک اکسپورت. این چی کار میکنه؟ شما میتونید بیاید اینجا یک گزینه اکسپورت ایجاد بکنید. ببینید سولوشن دیتا اکسپورت هست. وقتی من این گزینه رو انتخاب میکنم میتونم بیام چیکار بکنم؟ یه سری حالا پارامترهایی که دوست دارم رو انتخاب بکنم و به نرم افزار تعیین بکنم که برای هر گام حلی که وجود داره این پارامترها رو استخراج بکنه و سیو بکنه و بعداً با استفاده از این پارامترها من میتونم بیام انیمیشن هم ایجاد بکنم. خب این یک روال حل هست، اما روال حلی که ما اینجا انجام خواهیم داد با استفاده از گزینه سولوشن انیمیشن هست. پس اول من میرم روی گزینه سولوشن اینیشیالایزیشن. ببینید برای این حلمون ما مقادیر رو از ورودی خواهیم گرفت. وقتی من این لتر رو انتخاب میکنم برای اون compute from، مقدار x velocity رو مقدار 1 رو انتخاب میکنم، چون برای این لتر من فقط سرعت بود در راستای x. خب این رو انتخاب میکنم، من گزینه اینیشیالایز رو میزنم. اما گزینه‌ای که اینجا می‌خوایم در واقع باهاش یکم کار بکنیم گزینه پچ هست. ببینید امکان داره شما داخل اون میدانتون یه سری اطلاعات داشته باشید بر اساس حالا مثلا مطالعاتی که انجام دادید از رفرنس‌ها یا هر چی. این ورودی‌هامون اون مقادیر اولیه‌ای که میدیم برای اینیشیالایزیشن، شما میتونید مثلا برای اون قسمتی از هندسه که یک سری اطلاعاتی دارین این ورودی‌ها رو به صورت خاص به اون هندسه در اینیشیالایزیشن اختصاص بدید تا به روال حلتون کمک بکنه. خب این به چه نحو است؟ ببینید مثلا من میدونم که پشت استوانم خب سرعت به خاطر اون گردابه هایی که وجود داره علاوه بر این که ترم در راستای x خواهد داشت، ترم در راستای y هم
خواهد داشت. حالا یه درصدی از سرعت تبدیل خواهد شد به سرعت در راستای وای. چون چرا؟ چون گردابه هایی که وجود داره میدونید که هم سرعت در راستای ایکس ایجاد میکنه هم در راستای وای. خب الان من برای این فرضی که وجود داره برای اینیشیالایزیشن هم میبینید که فقط ایکس ولاسیتی رو در نظر گرفتم برای کل میدانم. خب این شاید برای من زیاد درست نباشه، نظر به این که من میدونم که اینجا سرعت در راستای وای هم خواهم داشت. حالا چیکار بکنم؟ من میتونم برم برای اون قسمت برم و یک سرعت در راستای وای به عنوان ورودی اولیه وارد بکنم. این کمک میکنه که روال همگرایی مثلا و سرعت حل مثلا بالاتر بره. ببینید اگه این رو وارد نکنید هیچ تغییر خاصی ایجاد نمیشه، بالاخره در واقع اون مسئله حل خواهد شد. اما این پچ و این مقدار ورودی و شرط اولیه که میدیم کمک خواهد کرد که روال حلمون تسریع ببخشه به این حل ما. من میرم برای این قسمت میخوام یک مقدار اولیه وارد بکنم. خب چطوری میتونم این قسمت رو انتخاب بکنم؟ ببینید الان کل این دومین من میدونید که تحت عنوان دیفالت اینتریور برای نرم افزار عنوان شده. من یه دونه اینلت رو میتونستم بهش یه شرطی رو بدم، یه آتلت رو، یه داخل رو و یه دیواره رو. در واقع نمیتونم یه قسمتی از داخل هندسم رو انتخاب بکنم و یک شرطی رو حالا اولیه باندری باشه بهش اختصاص بدم. چطوری میتونم اینجا این پچ رو بهش اختصاص بدم؟ این یه سوالی هست که اینجا مطرح میشه. ببینید برای این کار من باید این قسمت رو مارک بکنم. یه گزینه اینجا داریم تحت عنوان مارک ادپت سلز. خب این رو انتخاب میکنم. ببینید زیر مجموعه این من یه گزینه دارم تحت عنوان ریجن. من این گزینه رو انتخاب میکنم. با گزینه ریجن من میتونم یک ناحیه از این هندسم رو مارک بکنم، از این مشم رو مارک بکنم، یعنی علامت گذاری بکنم. بعد روی اون قسمت مارک شده، علامت گذاری شده، بیام چیکار بکنم؟ یه سری تغییراتی بدم. حالا یه میتونه اون تغییر بهبود مش باشه، یا میتونه همین اختصاص یک مقدار اولیه یه پچی باشه. چجوری این رو انتخاب بکنم؟ خب ببینید پشت این استوانم از ایکسش از نیم شروع میشه تا کجا؟ تا این شعایی که وجود داره که فکر کنم سی هست. خب ببینید نیم تا سی ایکسمونه. وایمون هم میخوام یه محدوده ای رو انتخاب بکنیم که در واقع کل اون گردابه ها رو تقریبا شامل بشه. مثلا از منفی 5 تا 5 رو انتخاب میکنم. حالا من این قسمت رو مارک میکنم. الان من میخوام ببینم که کدوم ناحیه رو مارک کردم. باید در واقع اون ناحیه مارک شده رو بتونم ببینم. برای اینکه بتونم اون ناحیه مارک شده رو ببینم، اولا اینکه یه گزینه ای که اینجا وجود داره ببینید، یه گزینه داریم تحت عنوان اینساید. اینساید داخل این ناحیه که انتخاب میکنم رو برای مارک انتخاب میکنه، برای علامت گذاری. آوتساید هم بیرون این ناحیه رو مارک میکرد. اگه مثلا من گزینه آوتساید رو انتخاب میکردم، کل ناحیه‌ای که بیرون از این مقادیری که وارد کردم هست رو انتخاب میکرد. شیپ هم که چیکار میکرد؟ شکل اون ناحیه هست که مارک میکنه. ببینید الان برای این حالت یک ناحیه مربعی رو مارک میکنه. اگه حالت سرکل انتخاب میشد، یک ناحیه دایره‌ای رو ما میتونستیم مارک بکنیم. پس نوع مارک کردن اون شکل ناحیه هست که مارک میشه، حالا مربع باشه، دایره باشه یا سیلند باشه. به هر حال من این ناحیه رو مارک کردم. البته یه گزینه دیگه که اینجا هم وجود داره Select Points with Mouse هست. میتونستم حالا این رو انتخاب بکنم، بیام اون 4 تا مشخصاتی که وجود داره، حالا با 2 تا نقطه انتخاب شده، میتونستم بیام چیکار بکنم؟ اونا رو سلکت بکنم با پوینت. مثلا نقطه اول رو انتخاب بکنم، بعد با ماوس نقطه نهایی X رو انتخاب بکنم، بالا پایین Y رو هم با ماوس انتخاب بکنم. به هر حال ما این ناحیه رو مارک کردیم. منیج رو میزنم. ببینید وقتی من منیج رو زدم، کلیه نواحی که مارک شده رو اینجا برای من لیست میکنه. من یه دونه این ناحیه رو دارم، R0 رو دارم که مارک کردم. میخوام این ناحیه رو برای من نشون بده. کافیه گزینه دیسپلی رو بزنم. ببینید این ناحیه الان برای من مارک شده. همونطور که میبینید کلیه سلول هایی که این ناحیه جزء این ناحیه بودن رو انتخاب کرده. چون سلول هامون به صورت شعاعی هست، مجبور شده اینجا کات بکنه به صورت پله‌ای. خب چرا این مربع انتخاب کرده؟ چون نوع و شیپ سلولی که انتخاب کردیم به صورت کواد هست. خب من با این احتساب این ناحیه رو انتخاب کردم و این گزینه رو کلوز رو میزنم. خب حالا چیکار میکنم؟ حالا میام برای این ناحیه‌ام که مارک شده یک سرعت اولیه در راستای وای پچ میکنم. میرم روی گزینه پچ کلیک میکنم.
یعنی بعد از اینکه گزینه پچ کلیک کردم روش، من میتونم بیام اون ناحیه‌ای که حالا دارم رو انتخاب بکنم و اون مقداری که میخوام براش پچ بکنم رو، همون وریبل رو چیکار بکنم، انتخاب بکنم. وای ولاسیتی رو انتخاب میکنم، یه مقداری بهش میدم، حدود 0.2، چون سرعت ما در راستای ایکس 1 هست، طبیعتاً حالا در راستای وای هم حدود 0.2 میتونه باشه. چرا؟ چون حالا برخورد میکنه به اون استوانه، یکم هم از سرعت کاهش پیدا میکنه، بعد میاد پشت اون استوانه، اون گردابه هایی که وجود داره، احتمالاً حالا مثلا در حدود 0.2 یا کمتر یا بیشتر باشه. این رو براش پچ میکنم به عنوان مقدار اولیه. خب با این احتساب الان این آماده است که رام بشه این مسئله من. منتها من میخوام یه نکته ای رو همینجا اشاره بکنم. ببینید، ما اومدیم اینجا از گزینه مانیتور پلات لیفت رو انتخاب کردیم. ببینید، پلات لیفت با این انتخاب رسم خواهد شد. منتها مسئله ای که اینجا وجود داره، پلات لیفت من در ابتدای مسئله ما یه سری نوسانات داریم، نوسانات حالا بزرگ داریم که باعث میشه این محدوده شکل من برای لیفتم یکم از اون دامنه نمودارم یکم پایین تر بره، یه حالت بی نظمی رو به نمودارم بده. چون مثلا فرض کنید مثلا اون اوایل حل مثلا مقدار منفی 100 رو میده، یه نمودار میده روی مثلا نوسان میکنه روی 2.1، خب اون منفی 100 شکل نمودارم رو به هم میزنه. بهتره یکم مثلا 20 تا حل رو ببریم جلو، اون نوسانات از بین بره، بعد شروع بکنیم به رسم لیفتم. پس بنابراین میام من این لیفت رو دیلیت میکنم. خب الان میتونم حلم رو شروع بکنم. منتها یه چیزی که یادمون رفت، انتخاب اون انیمیشن هست. من میرم روی گزینه calculation activities، گزینه create edit رو میزنم. ببینید، وقتی شما گزینه create edit رو زدید، میتونید انتخاب بکنید چند تا انیمیشن سیکونس میخواید برای ایجاد انیمیشن هایی میخواید. من مثلا میخوام اینجا دو تا انیمیشن داشته باشم، 1 و 2. این رو انتخاب میکنم، دو تا انیمیشن برای من فعال شد. انیمیشن اولم میخوام انیمیشن سرعت باشه، مینویسم velocity. انیمیشن دومم میخوام انیمیشن vorticity باشه، این رو هم مینویسم vorticity. خب این رو دو تا رو اینجا وارد کردم. ببینید، اینجا من میتونم دو تا مقدار وارد بکنم. این از من میپرسه که این انیمیشنت رو، این فریم هایی که وجود داره، میدونی که انیمیشن متشکل از تعداد فریمی هست که پشت سر هم پخش میشه. مثلا من 60 تا فریم خواهم داشت که این رو پخش خواهد کرد پشت سر هم. این از من میپرسه که این فریم هات رو از کجا بگیرم، از هر ایتریشن بگیرم یا از هر تایم استپ. ببینید، برای مسائل مستقل از زمان این فقط ایتریشن خواهد بود انیمیشنم، ولی برای مسائلی که وابسته به زمان هست، من گزینه تایم استپ رو هم دارم. میتونم انیمیشن هام رو در اون بازه های زمانی بگیرم. مثلا من بازه زمانی میخوام 30 ثانیه حل بکنه، برای این 30 ثانیه میام یه سری تایم استپ هایی تعیین میکنم، مثلا 0.2 ثانیه یه تایم استپ، باز 0.14 یه تایم استپ. این میشه چند تا؟ مثلا برای 30 ثانیه، برای هر 10 ثانیه میشه 5 تا تایم استپ، برای 30 ثانیه میشه 15 تا تایم استپ. این 15 تا اگه من این رو تنظیم بکنم، هر تایم استپ یک فریم برداره، این برای من 15 تا فریم رو ضبط میکنه. با پخش این فریم ها به صورت پی در پی، اون انیمیشن هم ایجاد میشه. من این رو تنظیم میکنم روی هر تایم استپ. پایینی رو هم باز تنظیم میکنم روی هر تایم استپ. خب اینجا الان من ولاسیتی رو دارم، ورتیسیتی رو هم دارم. خب چیکار بکنم؟ میام روی گزینه دیفاین. بعد از اینکه این گزینه دیفاین رو زدم، میتونم انتخاب بکنم که این ولاسیتی و ورتیسیتی فعال باشن. مطابقاً یه کاری که بکنیم اینه که اینا رو فعلا غیر فعال بکنیم، اون 20 تا رانی که گفتم رو بریم جلو. بعد چیکار بکنیم؟ بعد بیام انیمیشن و لیفت رو همزمان فعال بکنیم. میرم روی گزینه ران کلکیولیشن، اندازه تایم استپم رو میدم 0.2 ثانیه. میخوام مثلا 80 ثانیه برای من حل بکنه در کل، منتها اون 20 تا رو اول بریم جلو. نمبر اف تایم استپ رو بزنم 20 تا، 20 تا 0.2 ثانیه میشه چقدر؟ میشه حدود 4 ثانیه رو برای من حل میکنه. حالا مثلا 20 تا شاید زیاد باشه، اینو بزنیم 10 تا، 10 تا 0.2 ثانیه رو برای من حل بکنه. بعد بریم اون انیمیشن و لیفت رو فعال بکنیم. این رو فعلا کلکیولیت رو بزنم، اول اطمینان پیدا بکنم که اینو غیر فعاله. خب این که غیر فعاله، مانیتور هم غیر فعال اون لیفت. کلکیولیت رو میخوام بزنم تا اون برای من این مسئله رو حل بکنه. گزینه کلکیولیت رو میزنم، منتظر میشم که این 20 تا برای من
تایم استپ رو حل بکنه. میبینید که برای هر یک از این تایم استپ ها این دارای ایتریشن هست. ببینید الان 20 تا رفت جلو. ببینید برای این کلکیولیشن ما چند تا گزینه داریم برای حالت تایم استپ که اهمیت دارن. اولا اینکه ما میتونیم تایم استپ متدمون رو فیکس و ادپتد بکنیم. ببینید فرق این حالت فیکس و ادپتیو چیه. ببینید در حالت فیکس تمامی تایم استپ های من 2/2 ثابت میمونه، اما در حالت ادپتیو نرم افزار میاد خودش بعد از طی کردن یه سری حالا تایم استپ هایی با توجه به روال حلمون اندازه تایم استپ ها رو عوض میکنه. احتمالا مثلا نرم افزار بعد از یه سری حل هایی که انجام داد میبینه که تغییرات من در تایم استپ مثلا 5/10 انجام میگیره، میاد این تایم استپ رو یکم بزرگتر میکنه و 5/10 تایم استپ ها رو تغییر میده. خب پس حالت فیکس و ادپتیو فرقشون در این حالت هست که اون تایم استپ هامو ثابت بمونه اندازش یا فرق بکنه. مکس ایتریشن تایم استپ چیه؟ ببینید داخل هر تایم استپ هم، تایم در واقع اون گام زمانی، نرم افزار میاد چیکار میکنه؟ یه سری مسئله رو حل میکنه، عین اون حالت استدی میاد رام میکنه و کانورج میکنه. مثلا اونجا ما کانورج میکردیم در حالت استدی 80 گام میرفت کانورج میشد، اینجا هم دقیقاً داخل هر تایم استپ یک بار این روال تکرار میشه و مسئله کانورج میشه. این ماکسیمم ایتریشن تایم استپ تعداد ماکسیمم گامی هست که داخل هر تایم استپ نرم افزار اجازه داره که مثالم رو حل بکنه تا به اون همگرایی برسه. اگه ماکسیمم ایتریشن تایم استپ هم مثلا کم باشه، مثلا 10 تا باشه، امکان داره در 10 گام این کانورج نشه و اگه کانورج نشه این در واقع روال حلم قطع میشه. الان مثلا اینجا میتونیم ما بریم که ببینیم که در واقع برای اون 20 تا میبینید که مثلا برای تایم استپ اینجا مثلا یه تایم استپ حالا خاصی میبینید که اومده در این تعداد گامی که وجود داره کانورج کرده مسئله رو که کمتر از 20 تا، پس تا 20 تا اجازه داره بره جلو. اگه تا 20 تا نتونه کانورج بکنه اون روال حلمون قطع میشه. پس این دوتا تنظیم ما برای ما خیلی مهم هستن. این 20 تا رو انجام دادیم، میتونیم بریم اون لیفت و انیمیشن ها رو فعال بکنیم. کافیه من برم روی گزینه مانیتور، کرییت لیفت، همون روالی که وجود داشت رو فعال میکنم، اوکی رو میزنم. باز میرم روی گزینه کلکیولیشن اکتیویتیز، کرییت، این دوتا رو فعال میکنم، ولاسیتی و ورتیسیتی. هر تایم استپ من میخوام یه دونه از اینها برای من ضبط بکنه. اما باید این گزینه رو یادتون باشه که حتما این رو باید دیفاین بکنیم. من میرم روی گزینه دیفاین، میخوام چی رو برای من برداره؟ عکس از کانتور سرعت رو. پس میرم روی گزینه کانتور سرعت، ولاسیتی رو انتخاب میکنم. من تا قبل اینکه ولاسیتی رو از گزینه کانتور انتخاب بکنم، شماره ویندو رو باید حتما ست بکنم. ببینید ویندو 1 پنجره 1 اختصاص داره به باقی مانده ها، ویندو 2 اختصاص پیدا کرد به لیفت، پس این میتونه برای من ویندو 3 باشه. ست رو میزنم، ویندو 3 باز میشه، بعد میرم روی گزینه کانتور ادیت رو میزنم، ولاسیتی و دیسپلی. خب ببینید گزینه فیل رو هم میزنم دیسپلی بشه، لول رو میبرم روی 100. عین اینی که مثلا من میخوام یه دونه کانتوری رو بردارم. حالا تو مثالهای قبلی دیدید که چجوری میتونیم کانتور رو برداریم، دقیقاً اینجا هم همون روال هست. دیسپلی رو میزنم، حالا این کانتوری که وجود داره اوکی رو میزنم، ببین 3 اینجا انتخاب شده. این کانتوری که وجود داره هر گام زمانی یک بار آپدیت خواهد شد، به روز رسانی خواهد شد، یه عکسی ازش ضبط خواهد شد. ببینید اگه این عکس رو، این کانتور رو به خوبی اینجا به صورت پنجره مجزا اگه نبینید، معمولا امکان داره که اون روال ضبط انیمیشنتون به مشکل بر بخوره. پس روال تعیین نوع انیمیشنی که اینجا وجود داره رو حتما با دقت طی بکنید تا بتونید یک انیمیشن کامل رو استخراج بکنید. پس اول من اومدم اینجا تایم استپ ها رو تنظیم کردم، بعد اومدم روی گزینه دیفاین روی پنجره تنظیم کردم که برای سایر نمودارهام اون ست نشده باشه. حتما این رو یادتون باشه. پنجره 3 رو ست کردم. اینجا از من میپرسه که استوریج تایپ کجا میخوای این سکانس هات رو ضبط بکنم، سیکونس هات رو ضبط بکنم. میتونم این مموری بزنم، متا فایل بزنم. این مموری در حافظه ضبط میکنه. متا فایل چیکار میکنه؟ متا فایل به صورت یه سری فایل ها دقیقاً کنار اون فایل فلوئنتتون اینا رو ذخیره میکنه. امکان داره ببینید که مثلا 100 تا 200 تا فایل ذخیره شده، کلی فایل اونجا ذخیره میکنه. پس بستگی داره به خودتون این رو کجا انتخاب بکنید. من اینو این مموری میزنم، پس اینم 3 تا شد و اوکی رو میزنم. خب
برای این هم من اینو روی این مموری میزنم، ویندوز رو ست میکنم روی 4، کانتور رو میزنم، میام از زیر مجموعه ولاسیتی ورتیسیتی رو انتخاب میکنم و دیسپلی رو میزنم. حالا این رو هم اوکی میکنم و اوکی بشه. الان اینها کاملا در پنجره های مجزا فعال هستن. به محض ران شدن اون پنجره دوم که مربوط به لیفت هست هم چی میشه؟ اضافه میشه. میرم روی گزینه ران، تایم استپم رو روی اگه بخوام برای 80 ثانیه مثلا، حالا 80 ثانیه هم شاید زیاده، این 0.2 ثانیه‌ای که وجود داره 5 تاش میشه 1 ثانیه. اگه مثلا من بخوام 20 ثانیه حل بشه، 20 باید ضرب در 5 بشه، حدودا میشه 100 تا. حالا مثلا 40 ثانیه اینو بذارم 200 تا تایم استپ بره جلو. خب این رو تنظیم میکنم و گزینه کلکیولیت رو میزنم و منتظر میمونم که این محاسبه بکنه. خب الان روال حلمون تموم شده برای این محدوده و این تعداد تایم استپ که وجود داشت، حلمون تموم شده. باز میتونید برای تعداد تایم استپ های بیشتری این رو حل بکنید و اون اثرات و تغییرات که وجود داره رو برای تعداد تایم استپ بیشتری سیو بکنید. خب الان میخوایم چیکار بکنیم؟ الان من میتونم نمودار لیفت رو ببینم. خب این روال تغییراتی است که نمودار لیفت داشته که خب طبیعی هست با توجه به اون قیردابه هایی که وجود داره، ما انتظار داریم که نمودار لیفتمون به صورت حالا سینوسی وار چی بکنه، تغییراتی داشته باشه. کانتور ولاسیتی و ورتیسیتی هم برای این تعداد تایم استپ الان به صورت انیمیشن داخل رممون ذخیره شده. اینجا حالا یه تنظیمی که وجود داشت ما اینجا تنظیم کردیم روی انیمیشن. حالا من توصیه‌ام اینه که بهتره که روی متافایل ذخیره بکنید تا بعداً بتونید راحت‌تر از این انیمیشن بگیرید، چون متافایل به صورت فایل داره اینا رو ذخیره می‌کنه. اگه اشکالی هم به وجود میاد این رو میتونید بازخوانی بکنید چون به صورت فایل ذخیره شده. حالا اینو من اینجا می‌بندم، کاری ندارم، ما به صورت حالا این مموری ذخیره کردیم. الان میرم روی گزینه ریزالتس و از زیر مجموعه انیمیشن و انیمیشن پلی بک من میتونم چیکار بکنم؟ در واقع از زیر مجموعه گزینه ریزالت، انیمیشن و انیمیشن پلی بک من این رو انتخاب میکنم، میتونم مثلا کانتور ولاسیتی یا ورتیسیتی رو چیکار بکنم؟ پخش بکنم. کافیه اینجا دو تا انیمیشن سیکونس دارم، یکیش مال ولاسیتی، یکیش مال ورتیسیتی هست. این رو یکیش رو انتخاب میکنم. اینجا میتونم سرعت پخش این رو انتخاب بکنم که مثلا با فست پخش بکنه یا سلو پخش بکنه. خب اینجا ما چند تا فریم داریم؟ حدود 200 تا فریم داریم، چون برای هر تایم استپ ما یه فریم رو ذخیره کردیم. 200 تا تایم فریم داریم. من کاری که باید بکنم کافیه که اینجا بیام گزینه پلی رو بزنم و با حالا زدن گزینه پلی ما میتونیم چیکار بکنیم؟ بیایم این انیمیشنی که اینجا وجود داره برای ولاسیتی رو تماشا بکنیم. من میرم روی گزینه انیمیشن فریمز، گزینه پلی رو میزنم و این رو میتونیم تغییرات حالا ولاسیتی رو، کانتور ولاسیتی رو برای این بازه زمانی برای 200 فریم مشاهده بکنیم. میتونیم بریم روی گزینه ورتیسیتی، اینجا میام روی پنجره ورتیسیتی و برای این هم باز گزینه پلی رو میزنم تا حالا اون کانتور ورتیسیتی رو مشاهده بکنیم برای گردابه هایی که وجود داره. خب این هم در واقع روال نگاه کردن به این، تماشا کردن این کانتورهایی که وجود داره، این انیمیشنی که اینجا وجود داره. من میتونم چیکار بکنم؟ میتونم بیام اینها رو ذخیره هم بکنم. کافیه یکی از اینها رو انتخاب بکنم، بیام گزینه رایت ریکورد فرمت، حالا گزینه فرمتی که میخوام باشه رو انتخاب میکنم، مثلا پیکچر فایل باشه. اینجا میتونم به صورت عکس ذخیره بکنم، یه عکسی بردارم از حالا هر فریمی که دوست دارم. مثلا شاید من دوست دارم فریم 100 رو یه عکسی بردارم، کافیه برم بیام مثلا فریم 100 ببرم جلو، اینو مثلا 100 رو انتخاب بکنم، بیام اینجا از زیر مجموعه رایت ریکورد فرمت بیام پیکچر فایل رو انتخاب بکنم، مثلا پیکچر آپشن رو میزنم، حالا این تنظیماتی که اینجا بحثش شد، مثلا گزینه تیف رو میزنم، سیو رو میزنم. حالا یکم زمان میبره این رو لود بکنه. مثلا تحت عنوان ولاسیتی مثلا تایم استپ 100 کار کنم ذخیره بکنم. این رو مثلا من اینجا ذخیره کردم. حالا میتونستم پریویو هم ببینم از چیزی که اینجا ذخیره میکنه. حالا این رو یکم زیاد بزرگ در واقع باز کرد. بعد این رو کلوز میزنم. مثلا میتونم از ورتیسیته هم به همین شکل، حالا از هر فریمی که دوست دارم یه تصویری رو ذخیره بکنم، یا برم روی گزینه امپگ و بیام یه دونه فایل از این رو ذخیره بکنم. پس این امکان هم وجود داره که این انیمیشن این فایل رو ذخیره بکنم. کافیه گزینه امپگ رو بزنم و گزینه رایت رو بزنم تا این
ذخیره بشه. خب با این حساب در واقع روال حل این مسئلهمون تموم شده. نحوه حل یک مسئله ترانزینت و گذرا رو دیدیم، با سولوشن متدز و سولوشن کنترل کمی آشنایی پیدا کردیم، نحوه استخراج انیمیشن رو هم با هم دیدیم. میتونیم حالا این مسئله رو سیو بکنیم تا روال حلمون تموم بشه. میرم روی گزینه فایل و با استفاده از دستور رایت کیس اند دیتا این فایلم رو ذخیره میکنم. Thank you.